네, 오늘 뜻깊은 자리를 마련했습니다. 저희 최근에 난민 인정 확정 판결을 받으신 알리 선생님, 이란 출신의 기독교 개종자시고요. 난민 인정 받기까지 꽤 오랜 시간이 걸렸고, 또그 과정에서 가족들과 떨어져 지내시기도 하는 등 여러 좀 고통도 있으셨지만, 결국에는 기쁜 소식으로 이렇게 함께 자리를 마련할 수 있게 돼서 정말 저도 기쁘고, 이 시간 뜻깊게 생각을 합니다. 저희만 이분의 얘기를 듣고 기뻐하기에는 너무 아까워서, 어필 후원자분들께도 아리 선생님의 말씀과 이야기를 좀 전해드리고 싶어서 오늘 이 자리를 마련했습니다. 간략하게 아리 선생님의 소개를 듣는 걸로 오늘 시간을 좀 시작해 보겠습니다. بنام خداوند ما عیسی مسیح میخوام یه آیه از کتاب مقدس بگم فامیل همه بگم آره چیز میکنم من اسمم گودرزه فامیلی ملیه از کشور ایران هستم که در سال 2019 من به کره جنوبی آمدم و از کشور کره جنوبی از کسانی که دارن به پناهنده ها کمک میکنن خیلی تشکر میکنم. یوحنا 3:16 میگه خداوند انقدر جهان را محبت کرد که یگان فرزندش عیسی مسیح فرستاد که هر کس به او ایمان بیاورد نجات جاودانه پیدا میکنه و که و اسم او در دفتر حیات ثبت میشود. خیلی تشکر میکنم که به ما کمک کردن. من الان اینجا پناهندگی گرفتم و دارم زندگی میکنم. واقعا من همیشه در دعاهامان چه در کلیسای فارسی زبان به خصوص همیشه برای کشور و مردم کره دعا میکنیم که خداوند برکات خداوند بر این کشور روز به روز بیشتر بشه که واقعا دارن جانهای گم شده یا جانهایی که گم شده بودن نجات میدن. 선생님 말씀 들어보면 이제 들으신 분들 두 가지가 딱 떠오르시는데 첫 번째 난민 인정 받으셨구나 굉장히 기쁘시다. 두 번째 앞에 성경 말씀 이용한 것처럼 뭔가 종교 개종과 관련된 사유가 있나 보다 하는 생각이 드실 텐데요. 그래서 이번 기회를 통해서 알리 선생님이 어떠한 사유로 난민 인정을 받으셨고 어떻게 한국에 오게 되셨는지를. من خود در که چون در ایران زندگی میکردم کشور ایران که یک کشور اسلامیه و که و در خانواده مسلمان متعصبی به دنیا آمدم که در یک کشور اسلامی کسی که در یک خانواده اسلامی به دنیا میاد باید تمام فرائض و آیین‌های دینی اون انجام بده. بعد از سربازی که تمام شد من آمدم بعد از یک مدت توسط یکی از پدر دوستانم که تو بانک بودن من رفتم در بانک استخدام شدم. یه روز رفته بودم خانه یکی از کارمندا، بعد رفتم کلرش رو درست کردم آمدم. بعد وقتی آمدم بهم گفتن میدونی خانه کی رفتی؟ گفتم نه. گفت این یه مسیحیه. بعد از او من برد با مسیحی های چند تا مسیحی دیگه آشنا شدم. بعد کم کم من راه خواندن ترجمه که درست چطور کتاب مقدس بخوانم برام توضیح میداد، مفهومش رو میفهمیدم. بعد این کم کم باعث شد من قبلا که هنوز بعد از مدت ها تا یک روز من از سر کار رفتم خانه، دیدم پدرم عصبانی، خیلی عصبانی. گفت کتاب من پیدا کرده بود، من کتاب انجیلی پنهان میکردم. گفت این کتاب چیه؟ من نگاه پدرم کردم، گفتم خب کتاب انجیلی. گفت این کتاب باید از خانه ببری بیرون، ما مسلمانیم، نباید تو این کتاب تو این خانه باشه. بعد من واقعا تو اون محیط کاری خیلی اذیت می شدم. چندین مال مره بردن بازجویی، از من خواستن که چرا تو شرکت نمی کنی. بعد تو ماه رمضان هم که می دونید مسلمان ها یک ماه روزه می گیرن، ولی من روزه نمی گرفتم، غذا می خوردم. اینا فهمیده بودن، ناراحت بودن. بعد پدر من بازم دوباره فهمیده بود که من از این راهی که آمدم دیگه بر نمیگردم، اونم ناراحت، خیلی از دستم ناراحت بود. در همین گیر و داد بود که من توسط یکی از دوستان کشیشلی ملاقات کردم. اون موقع کوریایی که تو ایران بودن کلیسا داشتن، بعد کشیشلی کشیش اونا بود. من یک بار ایشان ملاقات کردم. بعد واقعا کشیشلی یک چهره خیلی نورانی داره، یک انسانی که روح القدس در وجودش. من رفتم تو دفتر ایشان، بعد کتابایی به فارسی بود که یک کتاب به من داد.
بعد از این طریق من بیشتر با مسیحیت آشنا شدم. بعد من درباره کره از کشیشلی صحبت کردم، کشور کره چطوره از نظر مذهبی، گفت اونجا هم کشور آزادی مسیحی، بودایی یا بیدین، هیچ کاری به کسی ندارن، زندگی میکنن. بعد من چون از طریق خانوادم زیر فشار بودم، تو محیط کاریم خیلی اذیت میشدم واقعا از نظر روحی، دیگه چیز کردم، دیگه نشستم فکر کردم که من اگر بخوام با اینا تو این اداره کار کنم یا با پدر مادر، مجبورم باید برم زیر سلطه اسلام. زمانی که من آمدم تو کره تو تابستان بود، بعد از یک هفته من موفق شدم جای کار پیدا بکنم. بعد برای اولین بار بود که چند تا تون کارخانه یه تعداد زن بودن آقا، بعد یه تعداد زن سن بالا بودن، اینا یک شنبه میرفتن کلیسا. یک روز یکیشان گفت دوست داری با ما بیای کلیسا؟ منم خب برای اولین بار بود، گفتم آره دوست دارم. اینجاکاجی 말씀하신 게 저희가 듣기에는 알리 선생님 인생의 챕터 1 같아요. 네. 어린 시절에 그 우연한 계기로 알게 됐다가 직장에서 다시 기독교인 상사를 만나고 그러면서 여러 갈등과 어려움을 겪다가 한국까지 오게 되신 얘기로 이해가 되거든요. 그렇게 해서 저희가 아는 걸로는 93년도에 한국에 들어오셨고 97년도에 세례를 받으신 걸로 알고 있습니다. 챕터 2는 그 지금 배우자이신 태국 국적의 기독교인이신 여성분을 만나서 결혼하신 것, 2007년도. 네. 만 자만이 그 아래 2007 마 투 크리스타 خوبنجیل ازدواج کردیم، ولی اولین ملاقات ما من توسطی که از دوستان به کلیسای ایمانویل کیوه دعوت شده بودیم. بعد چندین بار ما رفتیم، بعد دیگه به قول معروف یه چیزی میگن قسمت بود، ما هم دیگه ملاقات کردیم و بعد چندین ماه که گذشت ما نامزد کردیم. بعد که نامزد کردیم تو 2007 ما در کلیسای هومنجیلی با کشیشم صحبت کردم، گفتم من میخوام ازدواج بکنم تو کلیسا. گفت باشه، مشکلی نیست که ما ازدواج کردیم. 결혼하시고 나서는 사실 그 전까지는 알리 선생님이 저희가 이해하는 바로는 인도적 체류주의라고 해서 한국의 체류 자격을 갖고 계셔서 문제가 없었는데 결혼하고 나서는 이제 가족의 체류 비자가 잘 해결이 안 된 걸로 그래서 태국에 가신 걸로 알고 있습니다. ما زمانی که رفتیم تایلند، من قوانین تایلند نمیدانستم که به هیچ عنوان نه پاسپورت میدن نه آیدی کارت میدن، فقط یک سال به یک سال ویزا میزنن تو پاس، بعد باید هر سه ماه خروج کنی، یعنی به یک کشور دیگه بری، میانمار یا کامبوج بری یا مالزی بری، ویزا رو عوض بکنی. بعد از مدت ها من هر جا رفتم کار، میگفتن تو تا ویزای دائم نداشته باشی ما کار به تو نمیدیم. من دیگه مجبور شدم دیگه برم ایران. میدانستم که خطراتی تو ایران هست، ممکنه تو فرودگاه برام مشکلات زیادی درست بشه، از طریق خانوادم درست بشه، ولی خب دیگه دعا کردم، حرکت کردم به سمت ایران. کسو ایران으로 가셔서 결국에는 어쨌든 이란 국적이시니까 내 배우자랑 혼인 신고를 하면 이제 그 비자가 나올 거라고 해결될 거라고 생각을 하셨을 텐데 저희가 알기로는 그 혼인 신고해서 혼인 증명과 비자를 받기까지 되게 그 알리 씨 마음에 걸리는 할 수 없는 일들이 있다고 들었어요. 만 인저 그 자만이 그 ازدواج کردیم تو سفارت تایلند ثبت کردیم. ولی سفارت ایران قبول نکرد. گفت باید بریم مسجد اتیوان هم خودت هم زنت. گفتم زن من مسیحی. گفت باید مسلمان بشه. اونا نمی‌دونستن من مسیحی ام. میگفتن زنت باید مسلمان بشه، بعد ما میتونیم ازدواج شما رو ثبت کنیم تو پاسپورتت. بعد که زمانی که من رفتم ایران، خب چون من پسر بزرگ بودم، پدرم خیلی منو دوست داشت، بعد خیلی کمک بهش میکردم، دیگه پدر من گذشته رو فراموش کرده بود، چون من آره مسیحی شده بودم دیگه هیچی نمیگفت. زمانی که من رفتم ایران، خب پدر من گذشته رو فراموش کرده بود، چون من پسر بزرگم بودم، اینجا کار میکردم، خیلی کمک میکردم، پدر من دیگه اون
نفرتی که قبلا داشت بعد من مسیح شد دیگه اینو فراموش کرده بود. بعد من رفتم وزارت امور خارجه ایران که زنم بیارم ایران. اونا به من گفتن زنت باید طبق شرایط قوانین اسلامی باید مسلمان بشه، باید نماز یاد بگیره، قرآن یه مقدار باید یاد بگیره بخونه، خودتم همینجور. من اونجا گفتم من مسیحیم، زنم هم مسیحیه. گفت نمیشه. گفت بخوای این زنت بچت بیاد تو پاسپورت تو اسمشان بخوره تو شناسنامه تو، باید اینا مسلمان بشن. خلاصه من اینو نتونستم قبول کنم به هیچ عنوان. آره تمام شده بود. ولی من تو ایران به سختی کار میکردم، هزینه زن بچه رو میفرستادم. بعد بچه هم سال 2010 به دنیا آمده بود، من نتونستم برم. بعد با خاطر این پاسپورتم باید دین درج کنی تو پاسپورت. من به عنوان مسیحی قلبن نمیتونستم این کار بکنم، که خیلی چندین سال گذشت نتونستم تا توسطی که از آشنایان به من کمک کرد، گفت این درباره دین تو ننویس، من برات درستش میکنم. که من موفق شدم 2017 پاسپورت بگیرم. من 2017 پاس گرفتم، رفتم تایلند، بچه من دیدم، خانواده من دیدم. بعد یه ما تو تایلند بودم که خواهر برادرم زنگ زدن که پدرم حالش خوب نیست، سریع برگرد، سریع خودت رو برسان. وقتی که برگشتم میدان دیدم پدر من فوت شده، یعنی مراسم چیزش هم تمام شده بود تو مراسم. بعد ما به خاطر مسئله ارثی پدر، اینا به من بارها گفتن که تو مسیحی شدی، از دین اسلام آمدی بیرون، این یک گناه خیلی بزرگیه، تو باید دوباره به دین اسلام بیای، زندم باید مسلمان بشه، اگه نمیشه باید از زن جدا بشی. که من اینا رو قبول نمی کردم. دیگه بعد از اون مشکلات من، سختی من شروع شد. اینا مأمور آمد خاطر مسیحیت من گرفتن، بردن بازداشتگاه و خیلی سختی های زیادی کشیدم. ولی خب لطف خداوند بود که من تونستم نجات پیدا بکنم، دوباره بیام کره و زندگیم از نو شروع کنم. که 과정에서 방금 말씀 주신 대로 형제들이 상속 문제로 좀 다툼이 생기고 형에게 상속이 돌아가는 걸 원치 않아서 경찰에 신고하고 또 경찰이 그것 때문에 조사를 하고 유치장에도 잠시 계셨고 그런 고초를 겪었다고 들었습니다. 이게 لطف خداوند بود که من تونستم توسط کشیشمان برام دعوتنامه فرستادن، من آمدم کره و دوباره تقاضای پناهندگی کردم که به لطف خداوند عیسی مسیح پناهندگی من قبول شد و الان دارم زندگی میکنم. دیگه از این به بعدم زندگی من در دستای خداوند عیسی مسیح، من چیزی دیگه نمیدانم. نه کسی چیگه مسیمشین که کنگه چیگه کنگه 스스로 그냥 임의로 나눈 거로는 챕터 2, 그러니까 한국에 오셨다가 결혼하시고 그 체류 문제를 해결하는 과정에서 태국 갔다가 이란 갔다가 다시 여러 가지 점점 어려움이 커져서 결국 다시 한국까지 오게 돼요. 네, 그렇게 좀 정리가 되는 거예요. 허미의 خاطراتی بگم زمانی که تو ایران به سختی زیادی خورده بودم، یه روز نشسته بودم کنار جاده، داشتم با خداوند صحبت می‌کردم، می‌گفتم خداوند مثلا چرا این اتفاقات برای من افتاده، این سختی ها رو دارم میکشم. من در اون لحظه یک آیه آمد جلو چشمه که عیسی مسیح گفته خوشا به حال اون کسی که تا لحظه آخر به من وفادار باشه. عیسی مسیح میگه خوشا به حال اون کسی که تا لحظه آخر به من وفادار باشه. بعد من یک صدایی شنیدم که برگشت من گفت چرا اینقدر ناله میکنی؟ باید زمانش برسه که تو بری. واقعا اون زمانش که رسید من اصلا باور نمیکردم که ویزای من در عرض 4 روز درست بشه. یعنی معجزه خداوند بود اصلا، چون ویزا گرفتن کره در ایران خیلی سخته. که من سال 2019 تو کریسمس هم بود، برای کریسمس بود که
خداوند به من کمک کرد من دوباره آمدم کره. کرومه اینجا اینجا چپتر 3 얘긴데요. 챕터 3. 그 한국에 들어오셔서 네. 그걸 아마는 오늘 소개 한국에 들어와서 방금 말씀하신 것처럼 난민 이제 신청을 하셨고 그 과정에서 이제 어필을 만나시고 어필에서 이제 그 법률 조력을 받으셔서 오늘까지 왔는데요. 그 19년도 12월 크리스마스 때 한국 들어오셔서 난민 신청하시고 그 후에 어필에서 어떤 분을 만나서 어떤 도움을 받으셨는지 생각나는 것들 좀 말씀. 뭐 از طریق کلیسا اونوری اون کیشما قارسیما من آره اون نوری بود الانم هست ما میرفتیم اونجا بعد از طریق ایشان من مدارکم آماده کردم این زندگی نامه من نوشتم بعد از طریق خارس ما اینجا آمدیم با آقای کیم صحبت کردیم که دنبال کار من گرفت یک سال جوریا طول کشید که من تونستم جیوانه بگیرم말씀하신 대로 그 난민 신청자로서 비자 문제가 해결이 되셨고 난민 신청자 비자로 이제 앞으로 살게 되셨는데 중요한 난민 인정을 받는 거가 필요했는데 안타깝게도 출입국이나 법무부에서는 인정이 되진 않았어요. 그래서 소송으로 가게 됐고 그 소송을 김세진 변호사님 매즈킴이 하시게 된 걸로 알고 있습니다. 그래서 그 이제 그 후로는 어떻게 하다 보니 저까지 전 이제 2심 소송을 하게 되었고 2심 소송도 잘 승소해서 최근에 난민 인정 확정 판결을 받으신 걸로 저희가 다 알고 기뻐하는 자리였죠. خوب از این آقای وکیلم خیلی تشکر کنم. خداوند بهش برکت بده. به کسانی که تو این دفتر کار میکنن به مقصدیم ابراهام واقعا همیشه من دعا میکنم که خداوند برکات روحانی مالی سلامتی تندرستی بهشان بده که واقعا به من و امثال من دارن کمک میکنن. چرا بچین جیمونر هتون گوی یکا ناون گات. 난민 인정 확정됐다는 소식 들으셨을 때 어떤 느낌이셨고 어떤 소감이었는지 궁금하더라고요. 되게 정말 오랫동안 한국에서 네. 만 وقتی که خبر من اول نشستم دعا کردم واقعا دعا کردم که عیسی مسیح خودش گفته من ایماندارانم تنها نمیذارم و نه و تا انقضای عالم با اونا هستم بعد خداوند همیشه در مزمور حضرت داوود میگه نترس من با تو هستم واقعا دعا کردم و تشکر کردم کسانی که دنبال کار من بودن که خداوند بهشون همیشه برکات خداوند همیشه در زندگیشون باشه. 네, 저희도 참 아니 선생님이 93 아까 말씀드린 것처럼 93년도에 한국에 들어오셨다가 2007년도에 나가셨다가 19년에 다시 들어오셔서 난민 인정 받기까지 사면 2023년 말이었으니까 30년이 걸린 얘기인 거예요. 네. 저희도 너무나 감사한 일이라 생각이 들고요. 그 한 두 가지 질문 정도를 하고 마무리할 수 있을 것 같은데 우선 난민 인정 그리고 앞으로 한국 생활 어떻게 하고 싶으신지에 대해서 미래 계획에 대해서 특히 저희는 궁금해하실 만한 게 가족 태국에 있는 가족들에게도 궁금할 텐데 그런 가족 얘기 포함해서 앞으로의 계획과 소감에 대해서 좀 듣고 싶습니다. 만 هدفم اینه که که در کره زندگی میکنم بعد در کلیسا خدمت بکنم. همونجوری که خداوند من نجات داد منم بتونم جانهای گم شده نجات بدم. برای خداوند مفید باشم. دومیش که بتونم فرزند من یک بچه ایماندار خوب بزرگش کنم که بتونه برای خداوند مفید باشه، بتونه برای جلال عزت و خداوند کارهای درستی انجام بده، بچه ایمانداری باشه که به درد جامعه بخوره، به درد اون کشور بخوره، بتونه به مردم خدمت. 그 아들이 지금 태국에 계신 어머니랑 그 배우자분이랑 태국에 계신 거잖아요. 그래서 아마 선생님께서 지금은 제가 듣기로는 산업재해 좀 다치신 거 문제가 있어서 그 문제 좀 해결하고 가족들 만나고 그러실 것 같은데 그 가족들이 이 난민 인정 소식 들었을 때 어땠는지도 궁금하고. 굉장히 خوشحال شدن بعد پسرم که خیلی دلش تنگ شده. مثلا به من میگه کی میای؟ کی میتونی مثلا بیام کره؟ منم چون الان به خاطر این پام به مشکل خوردم بهش گفتم یه مقدار صبر کن خداوند کمک میکنه تو هم میای کره منم میام تو میبینم تایلند آره یه مقدار صبر کن آره دیگه زندگی ما در دستای خداوند عیسی مسیح اون نقشه و اون خواست و اون اراده اون باید در زندگی ما انجام بشه.
نمیتونم، شاید من در آینده شاید برم یک کشور دیگه از طریق کلیسا بتانم بشارت عیسی مسیح بدم، در کشور ایران یا در کشور افغانستان، کشورهای فارسی زبان، نمیدونم. اون نقشه خداوند باید انجام بشه و اون نقشه‌ای که برای ما داره. 그러면 저도 사실 그 가족분들로 한국에 오시게 되면 그때도 한번 어필해서 가족분들과 함께 또 한번 보면 너무 좋겠다는 생각이 들고요. دعا میکنیم که خداوند خودش کار درست کنه. 그런 게 기도하겠습니다. 그리고 그러면 저희가 사실 이제 마지막 질문이기도 한데 저희가 아리 선생님 만나서 이렇게 도와드리고 함께 기쁨 누릴 수 있게 된 거는 사실은 저희가 뭐 다 각자가 어떤 뭐가 있어서 그런 게 아니고 이 어필을 후원해 주시는 많은 시민분들께서 적극 후원해 주신 것 덕분에 선생님도 만나고 함께 할 수 있었는데요. 그 후원자 분들에게 드리고 싶은 말씀 한 말씀 부탁드리면서 마무리하도록 하겠습니다. 이 파염 아발란 خداوند به این افراد که دارن زحمت میکشن برای ملکوت خداوند، برای جلال عظمت خداوند عیسی مسیح زحمت میکشن، بهشان برکت بده، سلامتی، تندرستی بده و همون جوری که اونا کمک میکنن ما هم که ممکنه در آینده بتانیم کار بهتری از این بهتر بتانیم انجام بدیم، کاری از دستمان بر بیاد باید انجام بدیم، حالا چه در کلیسا خدمت کنیم چه از نظر مالی کمک کنیم، کاری که دستمون بر بیاد باید انجام بدیم. واقعا کشور کره، من زمانی هم که تو ایران بودم میگفتم واقعا کشور کره خیلی داره برای خداوند عیسی مسیح زحمت میکشه و جانهای گم شده رو سعی میکنن و خیلی به انسانهای در کشورهای دیگه که جنگ هست، فقر هست، کمک میکنن و اینا رو نجات میدن و این لطف خداونده که برکات خداوند تو این مملکت هست و این کشور روز به روز داره پیشرفت میکنه. گزگمانی از کانزم حالا نیم چون پوک بلست یا چون بلی همون مران گفتن همون دایده کنیم خمسا میده هم بون من دیگه یه بار به کرنی اگر لطف کنیم اونجا بوین چون بل خمسا میده گزگمانی است یا حالا نیم چون پوک بلست یا